نمایندگان ولایت غور در شورای ملی با اشاره به رویداد اخیر در این ولایت هشدار میدهند که هرگاه از سوی حکومت به مشکلات امنیتی مردم غور توجه نشود مردم آن ولایت تصمیم خود را برای دفاع از جان و مالشان خواهند گرفت شمار از نمایندگان مردم غور در شورای ملی و فعالان مدنی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل دیرباران افراد ملکی اصای یک گروه مسلح در این ولایت را نگران کننده خونده و خواهان بررسی جدی این قضیه اصای یک آیت با صلاحیت شدند. کرامودین رزازاده یکی از نمایندگان مردم غور در ولسی جرگه از حکومت خواست بجای پیشرفت و آبادی به تامین امنیت مردم توجه جدی نماید. تقاضای تامین امنیت جان و مال و عزت و آبروی مردم ولایت غور داریم. هر فردی، هر پیرمردی، هر کلان سال و سال ای به ما زنگ میزنه که ما از انکشاف ما از آبادی ما از ترقی حکمت تیر هستیم و لحاظ خدا امنیتی اولادای غریبی ما رو بگیره که به خاطر پیدا کردن و تهیه کردن لقمه اینانی به کو میرن توسط افراد جاهل خونخوار و جنایتکار کشته میشن نمایندگان مردم غور و فعالان مدنی با صدور قطنامه از حکومت خواهان افزایش نیروهای امنیتی را اندازی عملیات برای سرکوب مخالفین مسلح و حل مشکلات مردم شدند. مقامات محلی غور میگویند که شام روز به افراد مسلح مربوط به ملافاروق قماندان یک گروه مسلح که خود را وابسته به داعش میداند، داند باشنده غور را در قریه کاسی در مربوطات فیروسکو و مرکز ولایت غور کشته اند در مورد زخمی های این رویداد ارقام زده نقیص وجود دارد باشندگان غور تعداد زخمی ها را پایندن اما فعالان مدنی آن را هفتن گفتند گفته می پیش از این افراد مسلح پنج محصل را نیز از مربوطات این ولایت اختطاف کرده و با خود برده بودند دو سال قبل نیز افراد مسلح غیر مسئول چارده مسافر را از مربوطات این ولایت از موتر پایین کرده و همه آنان را تیرباران کردند مردم و برخ نمایندگان غور به این باورند که افراد مسلحی که دست به کشتار افراد ملکی زدند همان افراد سابقند که تحت نام داعش فعالیت کرده و در حال تثبیت موقعیت خود در غور هستند سید امید مایسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید بر علاوه این که حیات برای بررسی قضیه تا این خواهد شد به نیروهای امنیتی نیز دستور داده شده تا در زمینه سرکوب مخالفان مسلح در غور اقدام نمایند